درود بر بینندگان تلویزیون ایتو در سراسر جهان. من پرویز مینویی هستم. روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهرها به وقت واشنگتن از ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان هستم. من از شهر هوستون تگزاس برنامه رو پخش میکنم، میره در واشنگتن در اتاق فرمان جناب امید و امیدوار لطف میکنن، برنامه رو میگیرن و از اونجا پخش میکنن و کارگردانی فنی میکنن. و همزمان دوست عزیزم آقای ناصر توکلی در رادیوی ایران هوستون، در رادیو صدای ایران هوستون تگزاس، این رو همزمان از طریق رادیو پخش میکنن که اگه بخواید برید ببینید، یعنی بشنوید صداشو، باید برید www.k که علامت همه رادیو هاست، چون رادیو ایران هوستون تگزاسه، پس RIHT میگیرید، بعد .com یا .co هر دوش میتونه باشه. همزمان دوست عزیزم آقای پارسا سربی از مردم تیمی هم این برنامه رو پخش میکنن و ضمناً ضبط میکنن و بعد میذارن توی یوتیوب و شبهای بعد و آخر هفته پخش میکنن. از همهشون سپاسگزارم. از شما عزیزانم که به این برنامه توجه میفرمایید بسیار سپاسگزارم. امروز که من این برنامه رو خدمتون تقدیم میکنم، در واقع روز 16 ماه دسامبر 2015 میلادی است و برابر 25 آذر ماه 2574 هخامنشی، یعنی 2574 سال از روزی که آقای کوروش تاجگذاری کردن گذشته. امروز که 25 آذره، میدونید که روز آخر آذر که میشه، روز بعدش میشه اول دی، شب یلداست. شب یلدا شب تولد مهر بوده که مهر بعد وقتی به اروپا رفته، مهر پرستی قبل از زردشتی بوده، به اروپا رفته میترائیزم شده و یه جاهایی که به نام مهرابه میگن در سراسر اروپا بوده. و اگر یه کمی مسیحیت جون نمیگرفت، یک کمی زمان میداد، مهر پرستی دین مردم امروز کشور اروپا بود. ولی خب مسیحیت یه مقدار گرفت. البته مسیحیت یک فرقی هم که میدونی، هر دینی فلسفه هم داره. مسیحیت دینش یک مقداری حالت درویشی، حالت از خودگذشتگی، حالت این که من همه چیزم میدم، در این حالته. مثلا عیسی میگه این ور چک زدن این ورم بزن، یا یه نفر کتتو داد پیرنت هم بهش بده. خب این حالت حالتیست که در دین مانی هم تقریبا این حالت رو میبینیم، در دین بله، در دین های شرقی، در به اصطلاح دین هایی که تو هندوستان و چین هست این حالت رو میبینیم. و این در ایران هم در همین به اصطلاح صوفیگری و عرفان و اینا تقریبا همین حالت هست. اینا در اثر رنج و غم ملی به وجود میاد. البته یه ده ممکن الان مثلا درویش باشن، صوفی باشن، عضو فلان خانقاه باشن و بهشون بگن که من الان دارم به اینا بد میگم. خب ببینید، آدم خودشم اگه اشکال داره باید اشکال خودشو ببینه دیگه. در شاههای ساسانی دو نفر گذاشته بودن که به شاه میگفت که آقا این کارهایی که بدی که میکنی اینا کارات بده، یکی دیگه به شاه میگفت کارهای خوبی که باید بکنی چیا هستش. یعنی هر نفری احتیاج داره خودشم کارهای بد و خوب خودش رو ببینه. این حالت عرفان، حالت تصفف از قبل از اسلام هم بوده و بودایا همینطور هستن. بودایا خب خود بودا هم همه چیز زندگیش بل کرد رفت بیابون دیگه. اینا این حالت ها وجود داره در دین های مثلا دین مسیحی، دین های ابراهیمی، دین مسیحی اینطوری، در دین های غیر ابراهیمی دین مانی اینطوریه، دین بودا اینطوریه و این حالت رو داره. و این یه مقدار در بعد از اسلام در ایران، به خصوص بعد از حمله عرب ها و بعد حمله مغول و حملات دیگری که شد، بسیار ایرانی ها این حالت رو گرفتن و بسیار شاعرای ما هم همینطور شعرهایی در این زمینه گفتن. یعنی یک چیزهایی گفتن
که بر غم روحی و روانی انسان ها مرهم بذاره، نه اینکه غم رو اصلا پایه غم رو بین ببره. در دین زردشتی میگه که اگر کسی با دستش بذر میپاشه، این بزرگترین عبادت رو میکنه که با دستش بذر میپاشه. در دین مسیحی یه نفر میگه آقا، یه ثروتمندی میگه آقا من میخوام بیام، آقای مسیح من میخوام جزو یاران شما باشم. آقای مسیح میگه اول برو هرچی پول داری ملک داری همه رو بفروش پخش کن بین مردم، بعد بیا یار من بشو. ببینید فرق فلسفه دین، یک دین با یک دین دیگه فرق داره. حالا من نمیخواستم درباره دین صحبت کنم، همینطوری پیش آمد. به هر حال فردا تولد میترا، یعنی فردا که نه، یعنی دوشنبه یا آینده، شب سه شنبه، شب سه، امروز الان چهارشنبه است، پنج شنبه، جمعه شنبه، یک شنبه بشه بعد دوشنبه میشه. دوشنبه شب، شب یلداست. شب یلدا همون تولد میترا یا مهر بوده که بعد به میترا تبدیل شده. بعد چون اینجا جشن بوده، مسیحا گفتن خب ما همین که تولد میتراست، همین میگیم تولد عیسی هم است، در حالی که در واقع تولد عیسی اون روز نیست. حتی مثلا تو کشور خودمون ارمنی ها و آسوری ها یه روز دیگه ای رو تولد عیسی میگرفتن، نه این مثلا فرض کنیم که 25 سپتامبر رو نمیگرفتن، یه روز دیگه ای دسامبر رو نمیگرفتن، یه روز دیگه ای رو میگرفتن. به هر حال اومدن این رو گفتن این تولد، منتها به جایی که بیان مثلا فرض کنیم که دقیقا اون همون روز، یه سه چهار روز اشتباه شد تا تاریخشون، این که میبینی شب یلدا با شب کریسمس سه چهار روز فرق داره، این 21 و 25، این در اثر اشتباه تقویم شناسان مسیحی پیش اومد که چهار روز اختلاف شد. اگر نه قرار بود که تولد عیسی یا همون جشن کریسمس دقیقا همون روزی باشه که تولد یلداست، چون تولد یلدا از قبل جشن. حالا این رو که میگم ببینید، من میدونم الان وقایع جهان طوری پیش میره که ملت ها رو از رسوم و آداب خودشون منفک و جدا کنن. این به نفع سرمایه‌داری جهانیه، این به نه که بگم به نفع امریکاست، به نفع فرانسه است، نه، اون سرمایه‌دار جهانی مایله که امریکا و فرانسه هم از وابستگی به سرزمینشون جدا بشن، برای که وقتی جدا بشن بهتر و راحتتر میتونن به هر طرف بخوان سرمایه ها رو بکشن و هر کاری بکنن. من نمیم این جنون سرمایه چجوری میگیره افراد رو که این حالت میشن. خب البته میگن گربه دستش به گوش نمیرسید، میگو پیپ پیپ بو میده. حالا ما پولدار نیستیم، میگیم این پولدارهایی که اینقدر پول دارن، مثلا 50 میلیون دارن، اینا دیوانن، آخه این قمه پول میخوان چکار کنن؟ البته خودمون تو نداریم به اونا میگیم دیوانه، معلوم نیست به اون مرحله برسیم خودمونم در همون حالت باشیم یا نه. پرحال ما یه ملتی بودیم که در طول تاریخ آداب و سنت‌های خودمون نگه داشتیم. ببینید 200 سال ایران زیر سلطه عرب ها بود، یعنی تو هر شهری، تو هر استانی، هر جایی حاکم عربی بود. بعد که این حکومت عرب رفت کنار، همه یک پارچه موندن. این یک چیزیست، یک ملاتی، این خشتا و آجرهای این سرزمین رو به هم وصل میکنه. اون ملات فرهنگ، زبان، آداب و رسوم و سنتهای ماست. البته من میگم زبان، الان ممکنه یه نفر بگه خب بابا یه دی تو کشور ما عربی حرف میزنن، یه دو تو کشور ما ترکی حرف میزنن، ولی یک زبان فارسی بود که زبان فارسی همه رو به هم میچسبون. تو دربار هند فارسی حرف میزدن، دربار عثمانی فارسی حرف میزدن. در زبان فارسی اونجوری نبود که فقط مخصوص استان فارس ایران باشه، زبان فارسی زبان ادبی و دولتی اون زمان در همه دنیا بود. حالا روم رومی حرف میزد، با فارسی آشنایی رو رابطه ای نداشت، ولی این طرف، یعنی اون طرف قضیه شرق دنیا، فارسی زبان رسمی دربارهای بزرگ بود. هنوز
زندگیات شجاع‌الدین شفا کتابی نوشته بودن. من این کتابای خیلی کتاب نوشتم، یک تدوی که از کتاباشون الان نمیتونم بگم کجا خوندم، چه جوری، کدوم صفحه، کدوم کتاب، ولی نوشته بود که بسیار اصطلاحاتی که در دربارهای انگلیس و روس به کار میره عیناً همون لغاتی است که از دربارهای ایران گرفته شده. یعنی اونا فکر میکردن که هر جا که درباره، هر جا که پادشاهه، باید همون لغت‌ها به کار برده بشه. و گفتم که من اگه بله، من دفعه پیش یه نامه ای رو خوندم براتون که اون نامه رو الان ندارم. اون نامه رو تایپ کردم، دادم یه خانم عزیز گرامی، تایپ کردم و حاضر شده، آماده است، به زودی میذارم روی وبسایتی که اون وبسایت همتون میتونید هست، www.parvizminui.net. پرویز مینویی، میدونید که پرویز مینویی چی مینویسیم، مینویش پرویز که همه جا پرویز P-A-R-V-I-Z مینویی، قسمت اولش همیشه مین همه جا یکیه، او هم همه جا دوتا اوه، ولی اون قسمت آخرش فامیلی من دوتا ای داره، یعنی دوتا او دوتا ای، M-I-N دوتا او دوتا ای، بعد دات نت. اگه برید اونجا اون مقالات هست، مقاله هست، یه گالری ها هست، یه عکسای مثلا من و خانومم یه مقدار از دور و نزدیک و گذشته هست، یه چیز مختلف هست، یه قسمت مقالات برید، اون مقالات هست. این مقاله‌ای که من الان فردا میذارم اون تو، عکسش عنوانش هست محدودیت مسافرت ایرانیان و بالاش یه عکس داره یه دشنبه دستن، البته عکسش واضح نیست، خب شب عکس گرفتن از تو خیابون واضح نیست، ولی یک عده دختر و پسر جوانای شنبه دست رو نشون میده. توی نامه من نوشتم که انگیزه نامه اینه که دولت امریکا میخواد یک لایحه رو تصویب کنه که توی این لایحه برای ایرانیان بسیار محدودیتی در مسافرت به وجود میاد. محدودیت به این شکله که اگر یک ایرانی بره ایران و بعد بخواد برگرده باید ویزا بگیره، و ویزا بگیره باید بره توی صف ویزا، معلوم نیست چقدر طول بکشه و چقدر، خب کار زندگی و همه چیزش اینجا نصف کاره گذاشته رفته. بعد من چند مورد رو اون تو نوشتم و حالا البته گفتم اصل نامه رو ندارم، ولی اون موردهایی رو که نوشتم، اون موردها رو یادداشت کردم، میتونم یکی دو تاش اگه یادم رفت خب دیگه میبخشیدن. ببینید الو، الو، درود بر شما گوشی. آقای ناصر توکلی رو خط هستید، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. درود بر شما جناب امیر. درود بر شما. من خواستم شماره تلفن ها رو همیشه اول برنامه اعلام بفرمایید که اگر کسی شنونده ای خواست خدمتتون زنگ بزنه تلفنتون رو داشته باشید. بله شما رو ندارم. درست میفهمه، درست میفهمه. شما بفهمه، شما بفهمه، مال آقای مردم تیوی هم لطف میکنید. جناب مینویی دوستان خواستی زنگ بزنید، ایریا کد هست 281 835 3063. یک بار دیگه میگم، دریاکود 281 835 3063. تلویزیون ای تو اگر خواستید زنگ بزنید 703 568 703 655 5268 703 655 5268. بله. و بعد تلفن آقای رو که همیشه ما میگفتیم که نصریه دیداری رو بخرید، خیلی راحت زود براتون میفرستن، آقای لشکری. تلفن آقای لشکری هست 858. صدا زیاد میاد آقای توکلی. صدای من زیاد، نه صدای اون توی، صدای ویز ویزی میاد. صدای رادیوی اون طرف بکنم. باش صدا رو ببندم. بله بله، صدا رو بستم.
بسیار عالی شد، بسیار عالی شد. تلفن آقای لشکری هست، اریاکود 858-320-2013. زمین بیداری چاپ شده شماره اخیرش، تو راه حتما به من میرسه. من در شهر هوستون یه سوپر ونک میذارم، یه تعدادی هر کی میخواد میتونه بره مجانا برداره. بسیار عالی هست، و تا زنگم بزنن به آقای لشکری فوری براشون میفرستن. بله بله، 858-320-2013 رو یک تلفن بزنن، اگر مسج هم بگذارن بهشون زنگ میزنن. خب تلفن رادیو ایران هوستون تگزاس هم بفهمه. تلفن رادیو ایران هست 713-485-4300، اریاکود 713، شماره تلفن 485-4300. مردم تیوی رو گفتید یا نگفتید؟ مردم تیوی رو من تلفنش رو دم دست ندارم، اگر شما لطف فرمایید بگید که من یادداشت کنم دفعه دیگه هم بگم. بله اگر دارید همین الان نگاه میکنم، نگاه کنم دم دست داره یا نداره. من حد گشتم از سابق که شما خودتون قبلا یه رو گفتید. بله رفتم پیدا کردم تو دفترچه هم، گشتم پیدا کردم رو و گفتم، ولی الان باور کنید این دقیقه هستید دنبال تلفن مردم تیویه از جناب سوروی، خواهش میکنیم که خودشون تشریف بیارن روی خط، شماره تلفن مردم تیوی رو بگن که منم یادداشت کنم اینجا، دفعات بعد در خدمتتون باشم و این شماره تلفن رو بگن. باش، منم الان دم دستم نیست، اگه بخوام باید برم تو دفترم بگردم، خب نمیشه دیگه. من بازم میگردم اگر پیدا کردم، اگر آقای سوروی لطف کنن زنگ بزنن که خیلی راحت تره که ایشون زنگ بزنن شماره تلفن رو اعلام بفرمایند. بسیار سپاسگزارم آقای ناصر توکلی عزیز. خدا نگه. خدا نگه نمیداره ما رو. همین اخیراً تو فرانسه 150 خورده آدم کشته شدن. خب اگه خدا میخواست نگرداره که خب نگه همین داشت که. بله گفتم که یک لایحه میخوان تصویب کنن که ایرانیان رو محدود کنن، البته ایرانیان نیستن، چند هم کشور هستن. ما از همه این کشورها هیچ دلیل نیست که مثلا اگر فرض کنید که توی لیبی یه سری تروریست هستن، اینه که هر کی بیاد اینجا تروریست باشه. در فرانسه یه دید سوری اهل سوریه رفتن به فرانسه، ولی اون کسانی که این کار تروریست کردن هیچ کدوم از اون مردمان نبودن. اون پاسپورتی هم که اونجا پاسپورت سوریه‌ای اونجا افتاده بوده، اونم قلابی بوده، یعنی مخصوصا انداختن که یعنی بگن که ما سوریه‌ای هایی که اومدن از سوریه این کار کردن. و این هر چقدر این دولت ها بیشتر فشار بیارن به مسلمان ها به نفع داعشه. اولا داعش احساس بزرگی میکنه که میگه، و در ثانی اون افرادی که ناراضی هم، ببینید یه سری آدم ها هستن که در اروپا به خصوص جا نیفتادن، کنیم که مثلا مثال بزنم، رفتن رشته مثلا لوازم ماشین های بیمارستانی رو یاد گرفتن که چجوری اینا رو به کار بندازن تعمیر کنن، هر جا بیرن استخدامش رو نمی کنن. این جا نیفتاده. حالا مثلا فرض کنیم که یک کسی دیگه بود، ممکن بود بگه آقا ولش کن من این رشته رو گرفتم، ولش کن، حالا میرم مثلا فرض کنیم که کار ساده تری میگیرم که این جوری نباشه، تخصص اونچنان هم نداشته باشه. ولی خب بعضی ها میخوان همون رشته برن، به هر حال جا نمیافتن، یعنی همش از اون کمک های دولتی نگاه استفاده میکنن و ناراضی هن. آقا من اینا رفتم درس خوندم که از من استخدام نمیکن. خب اینا هر چقدر دولت مربوطه بیشتر فشار بیاره، اینا آماده میشن که زودتر داعش رو بپذیرن. ببینید عربستان سعودی، خب میدونید که شیعه شاخهای مختلف داره، سنی هم شاخهای مختلف داره دیگه، نمیدونم حنبلی هستن، شافعی هستن،
عربستان سعودی شاخه است که این شاخه است که جدیدن، یعنی مثلا 200 ساله که اومده. این شاخه رو میگن وهابی. یه شخصی به نام عبدالوهاب این آورده این شاخه سنی وهابی رو در واقع اونه. سنی وهابی یعنی اصلا شما هیچ جایی رو که دیوار و فلان داره حق زیارت ندارید، حتی قبر پیغمبر هم حق ندارید برید مثلا زیارت کنید یا دورش بشینید مثلا کاری بکنید، چون که فقط باید به خدا عبادت کنید. ولذا مثلا اگه پادشاه عربستان سعودی مرد، اون پادشاه قبری بردن یه جا دفنش کردن، حتی یه سنگ قبر هم روش نگذاشتن که اصلا معلوم نشه، ولی که اگر معلوم بشه یه عده‌ای برن اونجا بخوان گریه کنن عبادت کنن، این گناهه. یعنی خب اون ابوبکر بغدادی هم همین مذهب رو داره و یکی از دولت‌هایی که به کمک اون اومده همین عربستان سعودی که از اول کمک کرده که اون گروه داعش پا بگیرن. ایرانی ها رژیم اسلامی ایران شیعه است، عربستان معتقده که سنی ها معتقدن، بسیاری از سنی ها نهی که همشون معتقدن که اصلا باید شیعه ها رو کشت. ببینم اگه مطلبی که پیدا کردم درست باشه. ببینید این مطلبی که الان براتون میخونم از روی مجله بله با هم بخونیم اسمشو. مجله عاشقانه صفحه 22 و 23. درست شد، الان درست شد، مرسی، متشکرم ازتون. بله من باید این دستگاه تبدیل رو عوض کنم، گاهی وقتا میرم من روی تصویر که اینو نشون بدم اون تصویر اصلی که برمیگردم نمیاد. خب آقای امیدوار خیلی ممنونم که گفتن. بله جهاد علیه دولت سوریه صادر میکنند و همین گونه قرضاوی شیخ الجزیره برای قتل علویان مسیحیان، برای قتل علویان مسیحیان دروزها و سنیهای موافق دولت فتوا صادر میکنند. گروه های مسلحی که این فتواها را به اجرا گذاشته بودند از قطر و عربستان سعودی پول و اسلحه و مواد مخدر دریافت کرده بودند که دولت سوریه حجم بسیار زیادی از انبار آنها را کشف و توقیف کرد. ببینید پس بنابراین شیخ‌های عربستان سعودی و دیگر نقاط سنی وهابی اینا فتوا میدن که شیعه ها را بکشید، دروز ها را بکشید، مسیحی ها را بکشید و دیگه کی بعد قتل علویان، یعنی شیعه هم توی زیر شاخه علویان هم. قتل علویان، مسیحیان، دروزها و سنی های موافق دولت، یعنی سنی هایی که موافق دولت فلسطین اسرائیل سوریه هستن اونا رو هم باید بکشید. پس بنابراین اینا فتوای قتل میدن. خب از یک طرف دیگه رژیم اسلامی
داره توی سوریه و عراق جوانای ایران دارن میرن مستقیما در خط مقدم جبهه میجنگن، یعنی از اون هواپیما از اون بالا نمیفرستن، موشک از 2000 کیلومتر نمیفرستن، میرن رو در رو با اونا میجنگن و تا حالا 50 نفر 60 نفر کشته شدن. خب حالا اگر یک کاندیدای انتخاب شدن ریاست جمهوری امریکا بگه داعش و رژیم اسلامی یکی هستن، پس من چیکار بکنم؟ اون تو مقاله نشم باید من برم حتما مغز خودم رو جراحی بکنم. در عربستان هرچی پول نفته و هرچی احترام مال مردان خانواده سلطان سعودیه، توجه کنید مال مردان خانواده سلطان سعودیه، هرچی زنه و هرچی غیر خانواده سعودیه احترامی نداره، پولی نداره، به مثل این کوچکترین انتقادی هم بکنه گردنشو مثل همونطور که آقای محمد و علی میکردن گردنشونو میزنن، یعنی در میارن در حضور جمع میخوامونن یه دفعه با شمشیر گردنشو میزنن. هیچ کس هم اعتراضی نمیکنه. چرا اعتراض نمیکنه؟ برای که دلارا برق داره، برقش مثل برق طلاست، چشاره میزنه اینطوری میشه چشاره. ببینید عربستان سعودی نفت رو به قیمت ارزان و به مقدار زیاد وارد بازار میکنه. حالا ممکنه یه نفر بگه آقا نفت خودش هر قیمت میخواد بفروشه، ولی ببینید این همه کشورهای بزرگ جمع میشن توی اروپا این بر اون، میگن ما با دشواری های طبیعت با مشکلات محیط زیستی بجنگیم. یکی از راه های جنگیدن با مشکلات محیط زیستی استفاده از نیروهای خورشیدی، بادی و آبیه، خیلی مرسوم و رایجه، از اینا استفاده میکنن. حتی یه یعنی هواپیما درست شده که با نیروی خورشیدی بین قاره ها پرواز میکنه، اتومبیل ها هستن که با نیروی خورشیدی کار میکنن، این همه پروانه هایی که در نقاط بادخیز گذاشتن که برق میده، اینا هست. چرا دولت ها، چرا کشورها، چرا شرکت ها نمیرن اینا رو بزنن؟ برای که نفت اینقدر ارزونه که صرف نمیکنه. شما اگه مثلا فرض کنید که با این باد بخواید برق تهیه کنید، دکلی که باید بذارید، تشکیلاتی که بذارید، مثلا بگید این تشکیلات اون گذاشتم مثلا فرض کنید 1 میلیون دلار خرج کردم اینقدر برق میده و میگیم این تشکیلات مثلا برای 50 سال میمونه، بعد 50 سال مستهلک میشه، پس اون برقی که در میاد پولشو بگیرید بین 50 ضرب کنید ببینید، میبینید اون پول به اندازه پول سرمایه گذاریتون نمیشه، پس میگن اقتصادی نیست. چرا اقتصادی نیست؟ برای که عربستان نفت رو به طور غیر متعارف ارزو میفروشه. قصد عربستان ضربه زدن به روسیه و ایرانه، ولی در عمل ضربهش به همه دنیا میخوره. دولت عربستان و بعضی شیخ نشینا پول میدن مدرسه های قرآنی درست میکنن. مدرسه های قرآنی مدرسه هایی هستن که شاید شما ندیده باشید، من تو فیلم میدم، تو فیلم همون سفر قندهار آقای محسن مهمل با مدرسه های قرآنی اینطوری که یک مثل مکتب خونه های قدیم ایرانه، یه نفر آخونده نشسته، بچه ها همه رو زمین نشستن و اون آخونده میگه تو بخون، یک قرآن رو باز میکنن، مثلا حسن جعفرعلی بخون، حسن جعفرعلی میگه و ناس و ناس و المذقنون، مثلا هرچی هستش که میخونه، بعد میگه خب حالا بقیه شو مثلا حسین ممصادق بخونه، حسین ممصادق شروع میکنه بخوندن، بعد وسطش میگه که خب این چیه، میده دست یکی از این شاگرده، شاگرده میگیره میگه بالا بگیر، بالا میگه، میگه این چیه، میگه این مسلسله، با این چیکار میشه کرد؟ با این باید نشانه بریم به قلب غیر مسلمان و شلیک کنیم تا بمیره. یعنی عربستان سعودی پول میده تروریست پرورش میده، امریکا میچی نمیگه. هر وقت میان امریکا همه احترامش میذارن، آقای اوباما میره اونجا تا کمر اینطوری دلا میشه جلو، اون وقت میگن ایران رو ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بذاریم که ایرانی ها وقتی میرن امریکا میخوان برگردن، وقتی میخوان ایران میخوان برگردن باید برن صفحه ویزا. ببینید باید ما تکون بخوریم.
در 11 سپتامبر 16 جوان اهل عربستان سعودی، یعنی هر 16 تا مال عربستان سعودی بودن، قرار بود هر 4 تاشون یه هواپیما رو بدوزن. یکی از اونها نرسید به هواپیما سوار بشه، پس بنابراین 3 تا هواپیما هر کدوم به وسیله 4 نفر آدم دزدیده شد، یکی به وسیله 3 تا آدم دزدیده شد و همه اینا اهل عربستان سعودی بودن و هواپیما رو با مسافر دو تاشون برج‌های دوقلو کوبیدن و یکیش هم به پنتاگون کوبیدن و یکیش هم توی پنسیلوانیا سقوط کرد. خب آقا 4-5 نفر کشته شدن، آدمایی که تو هواپیما بودن، آدمایی که تو برجا بودن، اینا در یه لحظه همه آتیش شدن، همه بدنشون سوخت، دود شد، رفت هوا. هیچ کس هم نگو واقعا چرا عربستان سعودی بود این کاری کرده، عربستان سعودی کاری ندارن چون پول داره، پولاشو میاره اینجا قرض میکنه. همین اخیرا رفتم فرانسه، گفتم ما میخوایم 1 کیلومتر از ساحل رو قرق کنیم، پلیس بیاد اینجا نذاره هیچ کس بیاد، که خانمای ما میخوان برن تو آب. دولت فرانسه گفت آقا این پلاژ عمومیه، قانون میگه این عمومیه، ما حق نداریم که قرق کنیم برای شما، چون هر چقدر پول بدید ما این کار نمیتونیم بکنیم. در کشور امریکا، نه به علت این که بگیم که ما آدم های زرنگی هستیم، نه، به علت باهوشی ماموران انتظامی، یعنی FBI، CIA، پلیس، از وقتی که رژیم اسلامی اومده تا حالا فقط 1 نفر ایرانی مخالف رژیم به دستور رژیم اسلامی و به وسیله یک آدم تبعی افغانستان کشته شده، فقط همین 1 بار، در حالی که در اروپا اینقدر زیاد ایرانی ها رو کشتن، نمیدونم شرفکندی، قاسملو، شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، خیلی های دیگر، شاید همینطوری هم سرانگشت هم بشماری، مثلا 20 نفر ردیف بشن که این آدم ها رو کشتن، 20 نفر چی؟ خیلی بیشتر. خب حالا چرا یخی ما رو گرفتید؟ آقای اوباما، آخه کجایی تو؟ چیکاره ای تو توی مملکت؟ آقا اون رژیم اسلامی میخواد منو بکشه، تو هم میخواد به من فشار بیاری؟ یک ایرانی من میشناسم، البته خب خیلی ایرانی میشناسم، ولی یک ایرانی رو من میدونم، صاحب یه شرکت ساختمانی بسیار بزرگه که توی چندین استان امریکا آپارتمان و برج مسکونی و تجاری میسازه و دامنه کارش به طرف کشورهای اسپانیش کشیده شده و در اون کشورهای اسپانیش هم داره آپارتمان سازی و برج سازی میکنه و میفروشه و سالی کلی مالیات به امریکا میده. هواپیمای شخصی داره، خودش با هواپیما میره سر کارگاهاش سر میزنه. حالا این آدم یه نفر از بستگانش فوت میشه تو ایران میمیره، یا یک نفر از بستگانش میره ازدواج میکنه، این میخواد بره در اون مراسم شرکت کنه، رفتش با دیو صف ویزا، حالا معلوم نیست که آقا این همه زندگی دارم، تشکیلات دارم، این همه کارگر دارم، کارمند دارم، بسات دارم، باید به اینا برسم، نه آقا وایس ویزا، حالا معلوم نیست کی بیاد. ببینید آقای اوباما، اگر رژیم ایران به دلیل اینکه مصر و مسکو گرایان، ببینید به نظر من 3 گروه شهروند خوبی برای ایران نیستن، یکی اونایی که تو مخشون رسوبات مسکوه، باید برن با سوهان پاک کنن، خودشون رو پاک کنن رسوبا رو، یه سری اونایی که رسوبای اسلامه، آدمایی که مثلا فرض کنه که نمیدونم
امام زین العابدین رو برتر از مثلا انوشیروا میدونن. این آدمایی هستند که رسوبات مکه تو کلشونه. یه سری هم که تو ما ایرانی ها زیاد داریم، آدمایی که انقدر خود را بزرگ میبینن که دیگه هیچ کس همه مردم آدم نمیدونن. این هیچ وقت شهروند خوبی برای ایران نمیتونن بشن. حالا آقای اوباما، اگر رژیم اسلامی به علت اون چند نفر یه عده زیادی که مسکوگرا هستن از اول گروگانگیری رو راه انداختن، از اول یه کاری کردن که رژیم با آمریکا بد بشه و دروازه رو باز بزنن که چین و روسیه بیان ایران رو بچاپن، خب تقصیر من چی آقای اوباما؟ اونا منم میچاپن، چون به جایی که با اونا تنبیه کنی به من تنبیه میکنی. اصلا سوال من اینه آقای اوباما، شما حزب دموکراتی، من از شما میپرسم اصلا چرا آقای جیمی کارتر 150 میلیون دلار به آقای خمینی کمک کرد؟ به چه دلیل؟ چرا تو کار کشور ما دخالت کرد؟ البته ما گول خوردیم، من تقصیر منه، ولی خب اون باعث شد که آقای خمینی کلی تبلیغات بکنه. دنیا دنیای تبلیغاته، تبلیغات سر مردم کلا میذاره، ما هم کلا گذاشتن سرمون. بله، حالا خنده دارتر از همه که تو نامه من نیست، چون این بدن دو افتاد، خنده دارتر از همه اینی که عربستان سعودی با جمعاً با یه دی کشور دیگه شدن 34 تا کشور، 34 تا کشور خاورمیانه جمع شدن که جمعیت مبارزه با تروریسم را بندازن. ای بابا، آخه خودتون، شما تروریستید، خودتون این یارو آقای ابوبکر بغدادی رو شما خودتون راه انداختید، خودتون بهش پول دادید، خودتون پرورشش دادید، حالا ضد تروریست میخواد راه بندازید. خانم آقایون ببینید، باید ما تکون بخوریم، نمیتونیم این ساکت بشینیم و هر بلایی سرمون بیاد. باید من این فکر نکنید که من میگم منم آنم که رستم بود پهلوان، نه، این نامه‌ای که نوشتم این چرک نمیسه، اینو شما بخونی بریزی تو صفحه خاک، خودتون هرچی به نظرتون خوبه بنویسید، تایپ کنید بفرستید برای نماینده‌ها، بفرستید برای سناتورها. البته یه عزیز دوست عزیز میگفتن که اینا که نمیخونن که، خب شاید خوندن. بسیاری سناتورها کارمندان داوطلبی دارن از دانشجوهای رشته حقوق و نمیدونم حقوق سیاسی و اینا که من تو دفترشون داوطلبه کار میکنم، اینا میخونن نامه رو، خلاصش میذارن برای اون آقای سناتوره یا خانم سناتوره که بخونه. خب اون نامه میشن یه ایرانی اعتراض کرده، دلیلش 1 2 3 4 5 6، حالا ممکنه اون سناتوره بگه نامه رو بیار بخونم میخوام ببینم چی نوشته. این کارا لابیگری میخواد. لابیگری یعنی باید یک نفری باشه که با این سناتورها آشنا باشه، رفیق باشه. لابیگری رو تا جایی که من میدونم تنها اون سازمان نیاک لابیگری میتونه بکنه و مجاهدا. نیاک داره این کار میکنه، سازمان نیاک داره این کار میکنه، یعنی داره لابیگری میکنه که این لایحه تصویب نشه. خب باید کمکش کرد. الان منافع، یعنی هدفی که اون دنبال میکنه و هدفی که من و شما دنبال میکنیم یکی شده اتفاقا، باید کمکش کرد. مجاهدها شاید، من اطلاع ندارم، شاید اونها هم از طریق اون لابیایی که دارن، از طریق اون ارتباطاتی که دارن این کار میکنن، یعنی این کار میکنن که این اتفاق برای ایرانی ها نیفته، ایرانی ها اینجور نبشه که مسافرتشون محدود بشه. اگر میکنن دمشون گرم، باید کمکشون کنیم. اگر نباید خودمون باید بگیم، من به هر امریکایی میرسم، مهم نیست امریکایی، هر اسپانیش، هر غیر ایرانی که میرسم اینا رو میگم،
میگم ببینید این سران امریکا به این کجان بی خودی دارن ایرانی ها ریخشون رو گرفتن، در حالی که ایرانی ها اینجوری نیست، ایرانی ها کاری نکردن. که من مثال میزنم، اینن براتون گفتم، بچه که بودم واقعا راست میگم و نه اینکه فکر کنید دروغ میگم، بچه که بودم بازی میکردیم دیگه، میخوردم زمین، مثلا زانو میخورد زمین، پوستش کنده میشد، خون میامد، درد میگرفت، میشستم گریه میگرفت. بچه بودم یه دفعه میدم مادرم با یه چوب مانده ده بزن، پدر سوخته چرا خوردی زمین؟ ای بابا من خوردم زمین دیگه، حالا یه ذره نازم کن، یه ذره نوازش کن، یه ذره یه پارچه بیار اینجا رو با آب بشور، یه کار تو چارت کن. حالا ما هم از اون طرف رژیم اسلامی این همه ایرانی رو آواره کرده، بدبخت کرده، حالا رژیم امریکا میخواد موها رو اذیت کنه و آزار بده. این درست نیست. از این مطلب رو با یک مقداری با شعر آقای هادی خورسندی شروع کنیم که یک مقداری مطلب آروم بشه. به قول معروف بله، این که میجوری این که الان پیدا کردم آوردم اینجا، مال آقای هادی خورسندی است، مال آقای الکساندر تمرز. این عکس آقای الکساندر تمرز. بله این عکسشون. ایشون یه مقاله نوشتن، یه جمله من از مقالهشون چهار خطه، این چهار خطه میخونم. کارتر آمد تهران و به شاه توصیه کرد که به مردم دموکراسی بدهد. شاه هم داد، فقط مردم نگفتن مرسی. خیلی ساده است. آقای کارتر به شاه توصیه که به مردم دموکراسی بده، شاه به مردم دموکراسی داد، ولی مردم نگفتن مرسی که به ما دموکراسی دادی. مردم از همون دموکراسی استفاده کردن بر علیه شاه. ببینید شاید شما یاد نباشه، همین آقای پرویز ثابتی تو همون کتابش که در دامگاه حادثه است، من البته خوندم، خودمونم تو ایران بودیم دیدیم دیگه، تو هر شهری که اتفاق میافتاد، سینما ها رو آتیش میزدن، بانک ها رو آتیش میزدن، نمیدونم مشروب فروشی ها رو چی میکردن، روزنامه ها درشت همه رو مینوشتن، هیچ هم آخرش نمینوشتن که مثلا در این رابطه 20 نفر دستگیر شدن و به زندانی محکوم شدن. این نمینوشتن، بلکه کسی رو نمیگرفتن، کسی رو محکوم نمیکردن، میومدن زنگ میزدن، آتیش میزدن، میشکستن، پاره میکردن، میافتن. بعد همین آقای پرویز ثابتی میگه که آقا ما گزارش میدادیم به رئیسمون، آقای مقدم بود این آخری ها، قبلا سبب و نصیری بود، بعد سبب مقدم میدیم به آقای مقدم، گفتیم این شرف ارزی ببر به شوا بده. گفتیم آقای علازد، چون وقتی که میگید مردم قزوین و مثلا تبریز و زنجان رفتن سینما رو آتیش دادن، مجموع فروشی ها رو غارت کردن و یا شکستن یا فلان، یا بانک ها رو آتیش دادن، بعد خب مردمان مثلا فرض کنیم که مشهد و سبزوار و نیشابور هم میگن ما که از اونا کمتر نیستیم که بذار ما بریم این کار بکنیم. این که تشویق میشه به این که خرابکاری بشه. که شما این خبر رو یا باید ننویسی، یا اگه مینویسید باید بنویسید تنبیه شدید شدن. آقای شاهنشاه آریامیر میفرمودن که نه، ما گفتیم که دموکراسی دیگه، دموکراسی. همین آقای احمد احرار که توی زن روز مقاله می نویسن، من گاهی هم مقالهشون استفاده می کنم، میام اینجا می خونم، ایشون نوشتن که تاریخ مثلا فرض کنید که از تقریبا 2 سال قبل از انقلاب، همه روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات رو دعوت کردن توی مهمانسرای رادیو تلویزیون، در اونجا آقای حبیدا، اون موقع آقای حبیدا بود، اومد و گفتش که الازد دستور دادن دیگه هیچ سانسوری نباشه، هر که تو روزنامه هرچی بخواد بنویسه بنویسه، هیچ کس گرفتاری نداره. شاید ما نفهمیدیم چی سانسور برداشتی شده، ولی دیدیم آقا همش بر علیه رژیم حرف میزنن. همین علی اصغر آقای جوادی با
بر علیه ارتش اینقدر بدگویی کرد از ارتش که یک ارتشی خجالت میشه بگه من ارتشی هم. همه هم چاپ کردن. آقا رو یه با یک همکاراش گرفتن زور بردن زندان تا غروب همه رو ول کردن، فقط این آقای اسقل حاجی جوادی رو فرداش ول کردن. بعد آپارتمان خیلی شیکی داشت، زندگی داشت، درآمد داشت، خانمش کار میکرد، خودش مینوشت، پول میگرفت. به محض اینکه انقلاب شد خونهشون رو مصادره کردن، مادر زنش داشت نماز میخوند، از خونه انداختنش بیرون، گفتن بی خوده. بعد خونهشون گرفتن، خودشون هم ممنوع الخروج رفتن بیرون، جرأت نمیکنن برگردن. هنوزم هست نمیگن آقا ما ایرانی ها یک اشکالی داریم که نمیگیم آقا غلط کردم. آقا شاه دموکراسی داد، ما نگفتیم مرسی، بنده غلط کردم که این کاری کردم، باید میگفتم مرسی قربان، مرسی که دموکراسی دادی. حالا یه چیزی از آقای یکی اینی که میخونم براتون از شهروند، مجله شهروند تورنتو چاپ میشه، نوشته که به گزارش CNN باب پرادی، باب پرادی عضو دموکرات کنگره امریکا، به محض اینکه پاپ کنگره را ترک کرد با سرعت لیوان آب باقی مانده از پاپ را قاپید و به سوی دفتر خود دوید و بی سی فقره نماینده دیگر که غافلگیر شده بودند بی خیال کنگره و مباحثات مهم داخلی و خارجی گذاشتند دنبال آقای برادی. و هرچه خانم نانسی پلوسی و اوباما التماس کردند که اگر برگردید یک کوکای 2 لیتری برای جناب پاپ باز میکنیم و قول میدهیم که به شما که هم همه یک قلوب بدهیم، هیچ کس اعتنایی نکرد. سناتور برادی در حالی که به سوی دفترش میدوید فریاد میزد خودم پیداش کردم، مال خودم است، میخواهیم خانوادگی شفا پیدا کنیم. و از دخترش و زنش و نواهایش خواست تا بقیه نیامدن فوراً یک قلوب بخورن. و پاپ که از پنجره ساختمان کنگره شاهد ماجرا بود گفت بی خود نیست، کاردینال ها هی به ما میگویند اینقدر حرفای روشنفکری نزنن و نار ما رو آجار نکن. و میپرسن حالا که خودشان میخواهند چرا سوار نشویم. در همین حال چند تا اولاغ که در محوطه کاخ سفید لم داده بودند با دیدن این صحنه در حالی که میخندیدن گفتن خاک بر سر اون توافق هسته‌ای بشه که اینا بخواهند تاییدش کنن. البته طنز بود. آقای اسد فامیلشون فکر کنم معذبی، حالا پیدا میکنم فامیلشون میگم، برحال ایشون این طنز رو نوشتن دیگه. این هم عکسیه که داره مثلا به دخترش آب میده اون سناتوره. بله همطوری گفتم این طنز بود. البته طنزهای دیگه هم ایشون دارن، من میذارم برای دفعه دیگه که بگم درباره. گفتم آقای اسقراقا یعنی آقای خوب آقای
بله آقای گیلمر یه تنزایی می‌نویسن در مجله ایرانیان، یک تیکه هست آقایون آقا نور، اینو گوش بدید جالبه. البته ممکنه الان که اینو میخونید شما بخندید، ولی باور کنید که 100 سال پیش هممون همینجوری بودیم، هممون همینجوری فکر میکردیم. گفتم من یه تیکایش انتخاب کردم اتون. آقا نور از یادداشت‌های دکتر عباس منظرپور، یعنی ایشون از یادداشت‌های دکتر منظرپور استفاده کردن. روزهایش بسیار کوتاه، تقریبا 2 تا 5 دقیقه بود. مردم به همین هم راضی بودن و صرف حضور آقا نور را در خانه خود باعث سلامتی و خوشبختی می‌دانستند. به محض اینکه روی صندلی به جای منبر می نشست، یک استکان چای یا قنداق به دستش می دادن و استکان را به دهان می برد و یک لب خود را با آن آشنا می کرد و گاهی چند قطره از آن را می نوشد، بقیه را پس می داد. همسایه ها و بیماران هر یک مقداری از چای یا قنداق را برای سلامتی بیمار خود همراه می بردن. الاغ آقا خیلی خوب خورده و پرورده و در صحن و در ضمن آرام و چموش بود. علت ناراضی حیوان هم این بود که کسانی موهای بدن حیوان را میکندن و داخل مخمل سبز میگذاشتن و پس از دوختن آن، آن را برای رفع چشم زخم به گردن اطفالشان میبستن. آقای همین آقای نور باغ و ساختمانی در زرگنده داشت که به آلمان ها اجاره داده بود پیش از جنگ ملل دوم. یک بار در اوایل 1320 آقا نور پیش از شروع روزه مطلبی به این مضمون گفت: این هیتلر که در آلمان پیدا شده هیتلور است، از لرستان رفته و سید هم است و نایب امام زمان است و مأموریت دارد همه دنیا را فتح کند و به حضرت تحویل بدهد. حالا این وقتی بوده که آلمانی ها زورشون زیاد بود و این آقا هم خونه‌شو اجاره داده بود و آلمانی ها پول میگرفت ازش ماهیانه. مدت کمی پس از اشغال ایران، روزی را بیاد میبرم که آقا نور همانطور که در خیابان ها و کوچه ها سوار با الاغ به مجالس خود میرفت و معلوم است در مجالس نیست، یعنی هم توی الاغش میگفت، تو خیابون را میرفت میگفت، هم توی مجالس هم میرفت میگفت، با صدای بلند اعلام میکرد که شب جمعه آینده زلزله شدیدی در تهران وقوع میبندد، فقط کسانی که به امامزاده ها و اماکن مقدس پناه ببرند در امان خواهند بود. معلوم است که آن شب تهران به کلی تخلیه شد. ما هم با خانواده و با گاری به شاه عبدالعظیم رفتیم. حالا بقیهش باز از یه جیب گشت. آن شب زلزله نیومد، ولی ماه بعد که آقا نور برای روزه به خانه ما آمد، بدون اینکه کسی علت نیامدن زلزله را بپرسد، خودش گفت: حضرت به خواب کسی آمده و پیغام داده که چون معلوم شد مردم خیلی مؤمن و با عقیده هستند، دستور دادم زلزله نیاید. البته این را هم همه باور کردند، فقط پدرم که درویش هم بود میگفت انگلیسی ها میخواستن میزان نادانی ما را امتحان کنند که به این ترتیب به مقصود خود رسیدند. هیچ کس حرف پدرم را باور نکرد و پای دشمنی درویش ها با روحانیون گذاشتند. وقتی آقا نور مرد، در حقیقت تهران عزادار و تعطیل شد. اینم از آقا نور دیگه. ببینید این واقعا همه اینطوری بودن، فکر نکنید که همون واقعه سقاخانه که من دفعه پیشم بهش اشاره کردم تو همین زمین است دیگه. آقای یک کارمند سفارت انگلیس، ماجور امبریک، کارمند سفارت امریکا رو گفت بیا بریم سقاخانه رو ببینیم. چایه شده بود که اونجا آدم رو شفا میدن، کور بینا میشه، ناشنوا شنوا میشه، آدمش به اصطلاح لنگ و پاش کار نمیکنه کار میفته.
و رفت این آقا از اونجا عکس بگیره. مردم بهش گفتن که آقا عکس نگیر، فریاد زدن که این با دوربینی چرا از راه دور سم میده دو توی سقا کنه. میبینی مردم چقدر عقلشون کمه، این با دوربینش از راه دور داره توی سقاخونه که یک منبع آبه که درش هم بسته است اون تو درستان میریزه. یه نفر اومد یه پارچه گرفت جلو دوربین این که این عکس نگیره. حالا معلوم نیست چرا اون آدم اینقدر به قول معروف کله خری کرده، هی عکس گرفته، هی گفتم مردم نه یه پارچه گرفتم فلان کردم باز عکس گرفته، چهارپایه گذاشته رفته رو چهارپایه عکس گرفته، بالاخره یه ریختن کتک زدن. بعد که کتایی زدن مأموران پلیس اینی که مجروح شده بود بردن بیمارستان، با اون عده رفتن بیمارستان، تو بیمارستان تو تخت بیمارستان کشتن آقا. و به این ترتیب یک نفاق بزرگی بین ایران و امریکا به وجود اومد. البته یه سری میگفتن که اون مأمور انگلیسی مخصوصا این کاری کرده که بین ایران و امریکا به اصطلاح نقار بشه و اختلافش رو نتونن سر من مسائل نفتی با هم کار کنن. بازم این مطلبی از عاشقانه مجله شهر هوستون شهر خودم. این آقای محمود نفیسی یک کتاب می‌نویسه پایداری ایرانیان در مقابل حمله عرب. این بخشی از اون اثر هر دفعه در این مجله یه بخشی از این رو داره. خرمدینان بازماندگان مزدکیان زمان ساسانی بودن. حالا که مزدکیان رو گفتیم من یه چیز بگم، ببینید این آدمایی که گفتم ما سه گروه هستن که اینا شهروند خوبی برای ایران نمیتونن بشن مگر اینکه خودشون اصلاح کنن. یکی اونایی که رسوب مسکو تو من خوب مخشونه، اینا نمیتونن شهروند خوب برای ایران باشن. اینا همش حواسشونه که هرچی پوله، هرچی ثروته، هرچی معدنه به دست مسکو برسه. یه سری رسوب مکه تو مغزشون، اینا هر کاری میخوان همه چی باید به دست آخوند و مکه و اینا بیفته و چیزای ملی ایرانی رو خوش ندارن، یعنی کوروش رو خوش ندارن. ولی نمیدونم امام علی النقی خیلی خوب بوده. یه سری آدمایی که زیادی از خود راضی هن، خودشون همه چی میدونن. مثلا فرض کنیم که اینایی که رسوم مکه دارن، رسوم مسکو دارن یا از خود راضی هن، اتفاقا در سر این عقیده همشون با هم هم عقیدن، معتقدن که انوشیروان پادشاه بسیار بدی بود برای که مزدکی ها رو کشت. ببینید ما ایراد میگیریم به آقای محمد رضا شاه، میگیم آقا چرا نکشتی یه سر و یه درو. یه طرحی بود قرار بود آقای اویسی نخست وزیر بشه، طرح خاش بود که سری آخوندا و کمونیستا و اینا رو شبانه بگیرن و یه سری برن جزیره کیش، یه سری برن زندان، یه سری برن یه جا قائله تموم بشه و میشدم تمام میشد. خب میگیم چرا آقای شاه این کارو نکردی؟ حالا در اونجا میگی آقای نوشیروان چرا این کاری کردی؟ ببینید پدر نوشیروان اسمش قباد بود. قباد به آیین مزدک گروید، یعنی قباد مزدکی شد، یعنی مزدک شد اولین سوسیالیست تاریخ که در زمان زندگی خودش قدرت پیدا کرد. چجور قدرت پیدا کرد؟ وقتی که پادشاه به دین اون در اومد، پس اون شد همه کاره دیگه، هرچی اون بگه میشه دیگه، هرچی اون بگه پادشاه میکنه. بعد آقای مزدک چون که معتقد بود همه چیز اشتراکیه، اموال اشتراکی هن، زن هم اشتراکیه. ببخشید من اینه میگم دیگه توی کتابانه. مزدک به قباد گفت آقای قباد ما میگیم زن ها میتونه همه استفاده کنن ولی مردم باورشون نمیشه، اجازه بدید من برم با زن شما هم خوابه بشم، خبر به گوش مردم برسه، بگن مزدک رفت با زن قباد این کاری کرد که قبح موضوع بریزه، بقیه هم این کارها رو بکنن. انوشیروان که پسر جوونی بود به پای مزدک افتاد، گریه کرد، پای مزدک رو بوسید که تو این کارو با مادر من نکن. خب این یکی، حالا نمیخوام بگیم کی نگرفت.
وقتی که مزدک این کار را کرد، حدود مثلا 20 سال این اتفاقات ادامه داشت دیگه. مزدک میگفتش که وقتی که مردم معتقد بود وقتی که مردم گرسنن، یه نفر انبار گندم داره، باید این انبار رو باز کنیم بدیم این مردم گرسنه بخورن، و زنایی که اونجا هست به زنای مردم بریم، زنای مردم بیاریم دیگران استفاده کنن. خب این جامعه رو به هم میزنه دیگه، اولا مالکیت رو به هم میزنه، برای که خب وقتی که شما زحمت کشیدی، پول دادی، آدم گرفتی، کار کردی، گندم درست کردی، نمیدونم نخود و چیزای دیگه، مواد غذایی درست کردی، انبار کردی، خب بیان اینو در انبار رو واکنن، قسمت کنن بین مردم، پس شما سال بعد دیگه چه انگیزه ای داری که بری تولید بکنی؟ وقتی که شما تولید کردی، انبار کردی، اومدن انبارتون شکستن، همه رو قسمت کردن، شما دیگه میلی به تولید نداری. وقتی که شما رفتید بیرون از خونه، بعد اومدید ریختن، آقا مثلا با زن، یک دونه زن یا چند تا زن شما فلان کاری کردن، خب شما دیگه احساس خانواده دیگه وجود نداره، نظم جامعه به هم خورد. وقتی که قباد مزدکی شد و به مزدک پروپال داد و مزدک اون باورهای خودشو به مرحله اجرا در آورد، نظم جامعه به هم خورد، خانواده نظمش به هم خورد، مالکیت به هم خورد، کشاورزی متوقف شد. بزرگان در ایران یک شورایی بود، مستان این سران زمیندار و سران قبیله های بزرگ میتونستن جمع بشن تصمیم بگیرن، جمع شدن تصمیم گرفتن که قباد رو عزل میکنیم و میفرستیمش به قلعه فراموشی. قلعه فراموشی قلعه بود که زندانی بود که کسی نمیتونست ازش فرار کنه، و ضمناً هر کس میرفت اون تو دیگه اسمش رو نباید میآوردن تا فراموش بشه. البته هر کس که میخواستن به نظر قلعه فراموشی کورش میکردن، ولی قباد میگن اینقدر برازنده و با ابهت و به قول معروف خوشتیپ بود که دلشون نیومد کورش کنن، گفتن اینو بندازیم اون تو کورش نکنه. بعد قباد فرار کرد، رفت از زندان فرار کرد و رفت یه جای دیگه، یه گروهی را آورد، دوباره اومد پادشاه شد. این دفعه که پادشاه شد دیگه به مزدکی ها میدون نداد و گذشت تا انوشیروان به سرش پادشاه شد. انوشیروان دید خب با وجود مزدکی ها تو کشور نظم کشور به هم خورده، خب مزدکی ها رو گرفت کش. شما چی میگید؟ خب این آخوندها، این چپی هایی که اومدن، همین اخیرا من از مطالب خوندم که شعار نوشته بود، اشتباه کردم که من زندانی هایی که اینا اصلا باعث فتنه و شلوغی و انقلاب بودن، اینا رو من ول کردم از زندان. خب آخه هر دولتی، هر کشوری، هر قانونی یه جایی سری افراد رو میکشه، افرادی که مخل اجتماع، افرادی که جامعه رو خراب میکنن. انوشیروان هم گفت این مزدکی ها که این همه سال تو کشور ما بودن، کشاورزی رو خراب کردن، پایه های خانواده رو خراب کردن، ما باید این رو بکشیم. حتی بعدم که میخواست بکشه گفت نه، باید دلیلی برای کشتنشون باشه، ما نمیتونیم، پادشاه در کشور پادشاهی نمیتونه هر کاری بخواه بکنه، باید دلیل باشه. یک قاضی ها رو آورد، یک کوکامی رو آورد، گفته بشینید با مزدک صحبت کنید، ببینید این اصلا کارش و وجودش و یارانش به نفع مملکته یا به ضرره. بس کردن، گفتن آقا به ضرره، این باید کشته بشه، چه همونو کشت. حالا میگن که آقا این چیزه، نه این انوشیروان به 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 رفته مزدکی ها رو کشته، این علیکی میگن عادل، چه عادلیه مزدکی ها رو کشته؟ آقا باید میکشته، وگرنه مملکتش قوام نمیگرفته، جون نمیگرفته. اگر بناس مثلا 10,000 نفر بکشید که تا چند میلیون نفر بتونن خوب زندگی کنن، خب باید بکشید. خود انوشیروان میگه که من هر کسی که با دولت و مردم بد بود کشتم، و هر کس خوب بود بهش پاداش دادم، نه اون پاداشم
از روی احساس شخصی بود، نه اون کشتنم از روی احساس شخصی بود، هر دوشو به نفع مردم میکردم. برگردیم، خرمدینان بازمانده مزدکیان زمان ساسانی بودند که در کوهستان‌های مرکز و مغرب و شمال غربی ایران میزیستند. اینان معتقد به حلول روح بودند و میگفتند که روح ابو مسلم در مبارزان و سرداران ضد عرب حلول میکنند. این باور که عاملی در تداوم مبارزات ایرانیان علیه اعراب بود در همه فرقه ها و گروه های مبارز در تاریخ ایران بعد از اسلام به خصوص در قرن‌های نخستین رواج داشت. حالا یه جای دیگه چه می‌خوام؟ پیش از بابک، خرمدینان یک بار به همدستی باطنیان اسماعیلی گرگان با علم سرخ در اصفهان قیام کردند. از همان زمان طرفداران بابک خرمدین را سرخ جامگان یا سرخ علمان خواندند. در قیام اصفهان بسیاری از اعراب و مسلمان ها کشته شدند. 30 سال بعد بازماندگان آن قیام که به کوههای غرب ایران گریخته بودند، بار دیگر به رهبری جاویدان پسر شهرک به سپاه عرب حمله ور شدند. بابک پس از کشته شدن جاویدان از سال 2001 هجری یعنی 1816 میلادی به مدت 22 سال فرماندهی جنگ‌های خرمدینان را بر ضد عاملان خلیفه بر عهده داشت. حالا یه جای دیگه‌اش بخونیم. در آن روزگار افشین شاهزاده ایرانی اهل اسروشنه در ماورانهر، یعنی مثلا ماورانهر یعنی تاجیکستان و این جای امروزی، به عنوان گروگان در دربار خلافت میزیست. وی از خانواده مانوی بود که تازه اسلام آورده بودند و کم کم قدرت میافتند. افشین که احساسات ایرانی داشت در صدد برآمد با بابک و مازیار حکران ایرانی تبرستان هم دست یافت. پس ببینید که میری هر کدوم شما گذرن. بابک توی آذربایجان اینجاها فرمانده بود، بعد مازیار توی تبرستان یعنی مازندران امروزی اونجا بود، افشین هم از ماورانهر بود، از ماورانهر اومده بود دربار خلیفه اونجا گروگان. این افشین آرزوش این بود که این ستا هم دست باشن بر علیه خلیفه کار کنن، اما وضع دربار معتصم، فرصت طلبی عناصر عرب امکان اتحاد آنان را از بین برد. افشین که سرداری بزرگ و فرمانده بسیار آگاه و هوشیار بود، چون میکوشید از نفوذ عمرای طاهری در دربار بکاهد، خود در جنگ طولانی با بابک گرفتار آمد و او را اسیر کرد و به دربار معتصم برد. در ظاهرا نویسنده کتاب میگه که افشین قصدش این بود با بابک و مازیار اتحاد بکنه، ولی در عمل یه جوری شد که به جنگ بابک رفت و بابک رو اسیر کرد آورد به دربار. هنگامی که دست راست بابک را بریدند، او جای بریدگی را بر رخ خود زد و گفت: نگرانم که خون از من برود و روی من زرد شود و پندارن که از مرگ هراسیدن. جنبش های مبارزان ایرانی در نخستین قرن‌های اسلامی اگرچه چنین خونین سرکوب شد، اما به تدریج زمینه برای تشکیل حکومت های مستقل ایرانی فراهم آورد. اندکی بعد قدرت یافتن عیاران سیستان به سرهنگی یعقوب لیث صفاری در افش استقلال ایران را برای نخستین بار پس از شکست از اعراب در ایران برافراشت، که البته رفت تا نزدیکی بغداد که بغداد را بگیره، متاسفانه مریض شد.
بله در معرض انواع تبعیض ها و خاری ها و اهانت های فراوان فرمان روایان و کارگزاران اموی بودند و همین امر ایشان را به شرکت در قیام علویان و عباسیان بر ضد امویه برانگیخت. با قیام سیاه جامگان خراسان به سرداری ابو مسلم و سقوط بنی امیه سال 123 اسلامی، ایرانیان نخستین کامیابی خود را به دست آوردند، هرچند که تسلط مطلق اعراب را بر ایران 111 سال طول کشید. یعنی اینها اومدن به سرداری ابو مسلم. ببین وقتی که آقای محمد بود، وقتی که آقای محمد مرد اومدن جمع شدن آقای ابوبکر رو خلیفه کردن، وقتی آقای ابوبکر مرد اومدن جمع شدن آقای عمر رو خلیفه کردن، آقای عمر کشته شد. یعنی محمد ابوبکر مردن، عمر کشته شد. وقتی آقای عمر کشته شد اومدن آقای عثمان خلیفه کردن، آقای عثمان هم کشته شد. وقتی آقای عثمان کشته شد اومدن آقای علی رو خلیفه کردن، آقای علی هم کشته شد. وقتی آقای علی کشته شد، آقای معاویه حاکم شام بود، گفت من خلیفه. بعد آقای وقتی آقای علی کشته شد، قاعدتا همه اختیاراتش و قوا و پول و همه چی میرسه به سر اولش آقای حسن ابن علی. معاویه رفت علو حسن ابن علی نفر فرستاد که آقا بیا این خلافت رو بفروش به من. حسن خلافت رو فروخت، ماهی هم گفت خراج فلان شهر فلان شهر ایران مال تو. یعنی مثلا مثال بزنیم، حالا عدد که ما نمیدونیم چقدر بوده، مثلا 5 میلیون دلار گرفته، بعد گفته ماه 1 میلیون دلارم، سال 1 میلیون دلارم بهت میدم، خلافت مال من دیگه، هرچی هم من بر ضد پدرت یعنی علی آقای علی هرچی حرف زدم رو منبر، تو دیگه حق نداری اعتراض کنی، پولتو گرفتی برو دنبال کارت. اونم گرفت پولش رو دنبال کارش. حالا بگذاریم که آقای حسین دبه کرد، اومد دعوا کرد فلان. حالا به این ترتیب معاویه که اومد، یک سلسله ای اومدن روی کار که اینا میگفتن امویان یا بله اما امویان، یعنی از اولادان معاویه، اینا اولادان معاویه بودن. خب اینها آدمایی بودن که بسیار از خود راضی بودن و بسیار خودشون را بالاتر میدونستن. اینا آدمایی بودن که میگفتن عرب ها برترن و همه بقیه عرب ها و به خصوص ایرانی ها پسترن، عرب ها نژاد برترن، ایرانی ها نژاد پسترن، و اشعاری در بدی ایرانی ها می نوشتن، می گفتن، سرود می کردن، فلان می کردن، و به هر شکلی به ایرانی ها توهین و اهانت می کردن. حالا ایرانی ها چیکار کردن؟ گفتن خب کارن ما میریم اینا رو چی می کنیم؟ از خلافت می اندازیم. ابو مسلم یک گروهی جمع کرد. ابو مسلم بسیار آدم باهوش و شجاعی بود، در یکی از توی زمانی زندانی بود، یک امیری اونم زندانی بود. ابو مسلم تو زندان دید، گفت این به درد خوره که بر علیه عرب کار کنه، و وسائلی به وجود آوردن که این آزاد شد و فرماندهی گرفت و اومد جنگید. جنگید با امویان، آخرین خلیفه اموی رو کشت، رفت سراغ یکی از امام ها، حالا یادم نیست، مثلا امام جعفر صادق، گفت آقا شما بیا دیگه، شما خلیفه بشو بشو. اون آقا گفت نه من اهل این کارا نیستم. یعنی امام ها مثل جبهه ملی ما بودن، همیشه دوست داشتن کنار بشینن، غرغر کنن، پول بگیرن. بعد آقای ابو مسلم اشتباهی که آقای ابو مسلم کرد، باید خودش خلیفه میشد. آقا تو رفتی چی کرد؟ تو اون کشتی، دوباره کی میگردی بری سر جایی بذاری؟ خودت خلیفه بشو. ابو مسلم رفت یک از اولاد عباس، عموی پیغمبر، یه نفر پیدا کرد، گفت اینا عباسیان، اینا خلیفه بشن. خلفای عباسی خب با ایرانی ها بهتر بودن، چون به دست ایرانی ها اومده بودن قدرت گرفته بودن، ولی همونطور که قدرت گرفته بودن میگفتن این قدرت رو بین خودشون، میگفتن این قدرت رو کی به ما داد؟ این ابو مسلم داد. خب این اگه از ابو مسلم بخواد این قدرت از ما میگیره دیگه، پس بهتر ابو مسلم بکشیم. ابو مسلم کشتن.
بریم حالا آقای هادی خورسندی رو حالا شعرشو بخونم براتون. آقای هادی خورسندی یه شعری گفتم، من البته خب شعر مفصل همش بخوام بخونم نمیشه، اینی که من خلاصش یعنی بعضی خطاشو میخونم. وقتی خدا بیفتد، اسم شعرش هست وقتی خدا بیفتد. از آسمان هفتم وقتی خدا بیفتد، ترسم خدا نکرده بر روی ما بیفتد. تنها اگر بیفتد چندان خطر ندارد، ترسم که دست جمعی با انبیا بیفتد. حاجی برو حذر کن از شعر کفر گفتن، حالا مگر قرار است اصلا خدا بیفتد؟ بله چرا نیفتد، شیطان اگر هلش داد اون آگاهان بر این عرض از آن سما بیفتد. چد به کعبه افتاد آپارتمان شخصی، با سینه زن پریشان در کربلا بیفتد. یا چون رسد محرم آن ایزد تعالی، شخصا برای شرکت در آن عذاب یفتد. شاید چو شاعر ما عاشق شود به لندن، یک شب در ایستگاه ویکتوریا بیفتد. حتما خدا سکولار خواهد شد اگر نیست، گر نصف روز گیر نوری علا بیفتد. آقای اسماعیلی نوری علا همش از سکولاریسم سال هست، از سکولاریسم، سکولاریسم سر، سکولاریسم نئو، سکولاریسم، سکولاریسم. حالا این میگه که اگه خدا سکولار نباشه گیر آقای نوری علا بیاد، تا نصف روزه سکولار میشه. این شعرش رو داره میخونم. حتما خدا سکولار خواهد شد اگر نیست، گر نصف روز گیر نوری علا بیفتد. آخوند هیچ دینی او را نمی شناسد، گر بی خر بیاید گر بی هوا بیاید. وقت مناسک حج در زیر پای حجاج، له می شود خداوند گر در منا بیفتد. بعد از سقوط کردن اهل دروغ و حقه در بین بندگانش، وقتی که جا بیفتد. بعد از سقوط گردد اهل دروغ و حقه در بین بندگانش، وقتی که جا بیفتد. هادی چنین خدایی بی عدل و داد و انصاف، افتاد هم که افتاد بگذار تا بیفتد. خب دو تا تیکه کوچولم اینجا هست که مربوط ایشون نیست. من پدری یه ربات دروغ سنج میخره که با شنیدن دروغ سیلی میزده تو گوش دروغگو. تصمیم میگیره سر شام امتحانش کنه. پدر: پسر امروز صبح کجا بودی؟ پسر: مدرسه بودم. ربات یه سیلی میزنه تو گوش پسره. پسر: دورو گفتم رفته بودم سینما. پدر: کدوم فیلم؟ پسر: داستان عروسک ها. ربات یه سیلی دیگه میزنه تو گوش پسره. پسره میگه به فیلم یه فیلم سکسی بود. پدر: چی؟ من وقتی همسن تو بودم نمیدونستم سکس چیه. ربات یه سیلی میزنه تو گوش پدره. مادر: ببخشش عزیزم، هرچی باشه اون پسرته. ربات یه سیلی میدنه تو گوش مادره. اینم اصل. صرفه‌جویی در کاغذ. شوهر از دستبخت بد همسرش کلافه شده بود. روی کاغذ می‌نویسه: خداوند آنان که در کارهایشان را درست انجام نمیدهند دوست ندارد. خداوند آنهایی که کارهایشون درست انجام نمیدهند دوست ندارد. و میچسونه روی در یخچال و میره سر کارش. خانم که از خواب بیدار میشه کاغذ رو میبینه، اون رو از روی یخچال بر میداره و میچسونه روی در اتاق خواب. که آقا بیاد بفهمه که کارش خوب انجام نمیده. بله
بی بی سی مقاله رو اونر برند از بی بی سی نوشته. من تیکای مقاله البته خیلی طولانیه اینجوری هست و بعد یه صفحه دیگه هم باز هستش، من تیکای کوتاهش انتخاب کردم. عنوان مقاله اینه: آیا غرب خواهان دموکراسی برای خاورمیانه است؟ به نظر من که نه. رئیس جمهور سابق امریکا چند هفته قبل از دستور اشغال عراق در سال 2003 گفته بود هنگامی که صدام حسین سرنگون شود، عراق یک طلایه‌دار دموکراسی در سراسر خاورمیانه مبدل خواهد شد. بعد یه جای دیگه میگه، بله اینی که خوندم بعد، ولی عراق که تنها لیبرالیسم غربی را نپذیرفت بلکه به صحنه جنگ‌های داخلی تبدیل شد و بسیاری در غرب درس گرفتند که دموکراسی را نمی‌شود با اجبار به کشوری تحمیل کرد. اگر ناآرامی‌های عراق توانسته بود عده‌ای را در غرب متقاعد کند که تحمیل دموکراسی امکان پذیر نیست، قیام‌های موسوم به بهار عربی موجب احیای این پرسش شد که آیا غرب واقعاً مایل به برقراری دموکراسی در خاورمیانه است یا اینکه در حقیقت از آنچه که دموکراسی ممکن است به همراه بیاورد هراس دارد. یعنی سوال اینه که غرب آیا دموکراسی رو می‌خواد یا از اینکه دموکراسی با خودش یک چیزایی بیاره، یک خوبیای بیاره هراس داره. اون همچنین به اتفاقات الجزایر در سال 1992 اشاره میکنند که روشنترین نمونه معیارهای دوگانه غرب بود. در آن سال هنگامی که حزب موسوم به جبهه نجات اسلامی در انتخابات پارلمانی الجزایر در شرف پیروزی بود، مداخله ارتش الجزایر که این حزب را غیرقانونی اعلام کرد و بسیار اعضایش را به زندان انداخت، سبب شد که کشورهای غربی به وضوح نفس راحتی بکشند. ببینید الجزایر یک انتخابات گذاشت، در اون انتخابات حزب اسلامی داشت پیروز میشد ولی ارتش اومد گفت این حزب غیرقانونیه، حکومت رو برکنار کرد و سران اون حزب رو گرفت. حالا این نوشته که این نویسنده مقاله نوشته کشور برای غربی به وضوح نفس راحتی کشیدن، در حالی که به نظر من کشورهای غربی به وضوح بسیار ناراحت شدن. تو نظرشون باید اسلامی بشه؟ مگه نمیخواستن مثل اسلامی بشه؟ مگه وقتی آقای جنرال عبدالفتاح سیسی اومد اون محمد مرسی رو گرفت و دوباره انتخاب گذاشت، مگه امریکا بهش بد نشد تهدیدش کرد گفت پدر سر در میارن؟ بلکه اینا میخواستن همون گروه اسلامی اونجا باشن. اگر دولت‌های خاورمیانه آنچه را که مردمشان می‌خواهند انجام دهند، اسرائیل دچار مشکل خواهد شد. این مسئله هنگامی پیش از پیش مشهور شد که حماس در انتخابات سرزمین‌های فلسطینی در سال 2006 پیروز شد. مقامات اسرائیلی و غربی به این عنوان که حماس خواستار نابودی اسرائیل است، از ملاقات با نمایندگان منتخب جدید فلسطین خودداری کردند و ظرف چند ماه پس از آن بسیاری از نمایندگان حماس از زندان‌های اسرائیل سر در آوردند. خب اینم یه بررسی بود، البته این بررسی ادامه داره، کشورهای مختلف رو بررسی کرده و دیگه وقت ما اجازه نمیده. به نظر من نمیدونم شما چجوری نظر، به نظر من غرب اصلا نمیخواد که خاورمیانه دموکراسی باشه و ضمناً خاورمیانه هم گاهی وقتا آمادگی دموکراسی رو نداره. من همش این مثال میزنم، خیلی مثال ملموس و ساده است. در زمان آقای دکتر مصدق که انتخابات آزاد بود و هیچ کس نمیگفت کی رأی بدید، در شهری که اون زمان من زندگی میکردم، شهر قزوین، دوتا آخوند نماینده شدن، یکی آقای صفایی امام سفید، یکی آقای حاجی جوادی امام سیاه. پس معلوم میشه که مردم شهر آمادگی دموکراسی رو نداشتن، برای که با آخوندا رأی دادن. اگر آمادگی دموکراسی رو داشتن، میرفتن ببینن که کی هست که تجربه داره، تحصیلات دانشگاهی داره، حقوقدانه، نمیدونم مهندس، دکتر، تحصیلات داره، تجربه داره، قدرت داره،
درایت داره، اونو نماینده میکردن، نه اینکه دو تا آخونی که میان دو تا من میگیرن روزه میخونن. خب بسیار سپاسگزارم که از این که به برنامه توجه کردید، از آقای امید امیدوار، از آقای ناصر توکلی، از آقای پارسا سربی خیلی سپاسگزارم که برنامه رو همزمان پخش کردن، و از شما عزیزانی که به برنامه توجه کردید و منو به خانه خودتون راه دادید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که روز و شب خوبی رو داشته باشید. یعنی یلدا یادتون نره، چند روز دیگه است. براتون شادی و پیروزی آرزو میکنم.